جعفر شیخ اسلامی پروفسور زبانشناسی در دانشگاه کالتون کانادا از اوتاوا پایتخت این کشور با ماست خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید میخوام اینو ازتون بپرسم که در کشورهای مثل ایران خب یه مقدار زیادی سرکوب هم برای آموزش زبانهای مختلف وجود داره اما یک روندی هم به نظر ممکنه در جاهای دیگر دنیا هم باشه که زبانهایی که در پایتختها در محلهای قدرت هستن به مرور زبانهای محلی دیگر رو میبلعن آیا اینطور هست در سراسر دنیا در هر جامعه چند زبانه که فقط یک زبان رسمی هستش فقط یک زبان تدریس میشه فقط یک زبان زبان مدرسه و کارهای اداری و بعد میدیاهای بزرگ هستش طبیعتا در نهایت به نابودی بقیه زبان ها منجر میشه بخصوص بخصوص باید این اضافه کنیم در دورانی که زندگی شهری بیشتر افزایش پیدا میکنه و همچنین مردم بیشتر تحصیل کرده میشن مثلا در ایران حدود چهل سال پیش حدود میزان تحصیل در ایران به زبان فارسی حتما چون وقتی بالاخره تنها زبانی که تدریس میشه حدود 60 درصدی بوده ولی آمار خود ایران پارسال نشون میده که الان 90 درصد بالا رفته در یک همچین جامعه ای که شهر زندگی شهری توسعه پیدا میکنه و میزان سوادآموزی بالا میره خیلی زود منجر به هاشیرانی زبانهای غیر رسمی میشه و در نهایت منجر میشه به نابودی این زبان ممنونم از شما جعفر شیخ الاسلامی پروفسور زبانشناسی در دانشگاه کالتون کانادا از پایتخت این کشور اتاوا با ما